یه خبری میخوام به شما بدم. زیاد خوشایند نیست. معمولا زیاد خوشایند نیست. فردا دوشنبه است. گفتم. فردا صبح باید پاشین. صبح زود. خسته. اصلا وقت تنتون به کار نمیده. باید پاشین. برین کار کنین. حالا صبح زود پا میشین. صبحونه میخورین یا نمیخورین. نمیدونم. ولی راهی میشین بیرین با اون تن خسته مایل نیستین. دو روز خونه خوردین و خوابیدین. حالا میخوان برین کار کنین. و روال عادی زندگی رو ادامه بدین. بازم دوشنبه رو شب کنین، سه‌شنبه بشه، سه‌شنبه‌تون رو شب کنین، چهارشنبه بشه و همین جوری ادامه پیدا کنه. گاهی اوقات ما چنان مشغول جزئیات و دغدغه‌های زندگی هستیم که از خود زندگی غافل میشیم. اینقدر مشغول ریز و خرده‌های زندگی هستیم که اصلا نمیدونیم برای چی زنده ایم، هدفمون چیه، مسیرمون چیه، چی کار میخواستیم بکنیم. شاعر شیرین سخن مولانا در این باره میگه: روزها فکر من این است و همه شب سخنم، روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. ای خوش آن روز که پرواز کنم، ای خوش آن روز که پرواز کنم، تا بر دوست به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر ننمایی وطنم؟ مانده ام سخت عجب که از چه سبب ساخت مرا، یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم. نه به خود آمدم اینجا که به خود باز روم، آنکه آورد مرا باز برد در وطنم. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. واقعا تو این چند تا بیت کل زندگی ما رو خلاصه کرد و سه تا سوال خیلی مهم رو روشن کرد، اینجا باز آورد که مهمترین سوال‌های زندگی هستن. هر مکتبی، هر طرز تفکری، هر دینی، هر فرقه‌ای، هر علمی باید این سه تا جواب رو بتونه قادر باشه جواب بده. میگه از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم؟ این سه تا سوال. مبدا ما کجا بود؟ هدف از زندگی ما چیست؟ مقصد ما کجاست؟ هر مکتبی، هر طرز تفکری، هر مذهبی باید قادر باشه جواب این سوالا رو بده. اگه نه، تو خالیه، پوچ هستش، مذهب پوچگرایی هستش. مثل خیلیا که اعتقادی به خدا ندارن، میگن ما تصادفی اومدیم به زندگی، همجوری اتفاقی پیش اومده، داریم زندگی میکنیم، یه روزم همجوری اتفاقی میمیریم و تموم میشه، هیچی نیستش. ولی اینجوری نیستش. مولانا خیلی جالب میگه: نه به خود آمدم اینجا که به خود باز روم. من به خودی خودم نیومدم که به خودی خودم از بین برم. آنکه آورد مرا باز برد در وطنم. این چند روز که در اینجا هستیم، در این قفسی که به اسمش بدنه، قرار گرفتیم. ولی کلا هدف از زندگی چیه؟ چرا زندگی میکنیم؟ از فردا صبح بازم بریم سر کار، بازم بدو دنبال این کار اون کار، این هر کار و پیشه‌ای که داریم، هر مشغله‌ای که داریم دنبال اون میدیم. انقدر به این ریز و خرده‌های زندگی مشغول میشیم که اصلا کل تصویر زندگی فراموشون میشه که هدفمون چی بود. مسلما هدفمون نیست که بریم اون دو تا مثلا کار رو انجام بدیم، حالا هر کاری که انجام میدیم، دو تا پیچ رو ببندیم یا دو تا جا رو رنگ بزنیم. هدفمون این نبود از زندگی. این قسمت کوچکی از زندگیه، ولی هدفمون این نبود. هدف ما چیه؟ خیلی وقتا میگم انقدر مشغول این جزئیات میشیم، انقدر مشغول این مشکلات کوچک زندگی میشیم که کل هدف رو فراموش میکنیم. و گاه گداری لازمه که بیستیم، فقط وایستیم، تفکر کنیم و اون سه تا سوال رو تو ذهنمون بیاریم: از کجا اومدم؟ چیکار دارم میکنم؟ به کجا میخوام برم؟ داستان ما مثل داستان اون مرد مسافریه که با ماشین سوار ماشینش شد، عازم یک مسیری بود. همینطوری که داره میره به اون هدفش برسه، به اون مقصدش برسه،
تو وسط راه یه درختی رو میبینه که تو جاده افتاده، جاده رو مسدود کرده. از ماشینش پیاده میشه، مشغول میشه که درخت رو از جاده کنار بزنه. یهو متوجه میشه یه جانور، یه آهوی زخمی شده، پاش شکسته، این کناری داره ناله میزنه. بعد به فکرش میرسه که برای زخم اینو ببنده، پاهاشو به اصطلاح بهش مرهم بزنه و اونو این کارو میکنه. وقتی کارش تموم میشه، چشمش میفته به دست گلی که اون کنارتر بود و خیلی مجذوب اون گلا میشه. بعد میره که جلوتر و اون گلها رو ببینه، صدای خیلی زیبایی از دور حواسشو پرت میکنه به طرف اون صدا که میره. یواش یواش میبینه یه از دور یه آبشار خیلی زیبایی هستش و به سوی اون آبشار میره و نزدیکتر که میشه از پس اون آبشار اون ور یه دشت خیلی بزرگ پر از گلهای وحشی و زیبا رو میبینه. انقدر این صحنه زیبا و جذابه که اصلا فراموش میکنه برای چی اونجا چی کار میکرد. میره دنبالش و میره تو اون صحرا، همونجوری میشینه و به اون زیبایی گلها نگاه میکنه تا افق، تا جایی که چشم میتونست ببینه. فقط زیبایی، فقط زیبایی، فقط زیبایی. بعد خوابش میبره، خسته میشه، خوابش میبره و وقتی چشماشو باز میکنه میبینه هوا تاریک شده. با خودش فکر میکنه، میگه من اینجا چی کار میکنم؟ تازه یادش میده که روز عروسیش بود، قرار بره عروسیش برسه. ولی واقعا دست داستان زندگی ما اینه، اینقدر غرق لحظات میشیم، یه لحظه یه مشکل به خصوص تو زندگیمون یا جذابیات های زندگی، اینقدر مشغول اونا میشیم که از اون عروسی که انتظارمونو میره، عروسی بره، جشنی که در آسمان منتظرش هستیم رو از اون غافل میمونیم. نمیدونیم که هدفمون اون بود، مسیرمون اون بود. از جاده دور میشیم، یه چیزای مهمی پیش میاد، بعد چیزای مهمتر، بعد کمتر، اهمیت کمتر و همینطوری از جاده دور میشیم. وقتی بیدار میشیم یهو میبینیم خیلی دیر شده، واقعا دیر شده. روی این مورد افسوسیان باب 2، امروز میخوام از افسوسیان باب 2 آیه 1-10 صحبت کنم. بولس رسول خیلی زیبا اینجا یه دید کلی رو از زندگی ما میده. کجا بودیم؟ کجا هستیم؟ کجا خواهیم رفت؟ میخوام این قسمت رو برای شما بخونم. افسوسیان باب 2 رو اگه بیارین، از آیه 1-10 رو میخوام بخونم. میگه روزگاری شما نیز به علت خطایا و گناهانتان زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید. شما هم مانند دیگران غرق در گناه بودید و شیطان را اطاعت می‌کردید، شیطانی که رئیس نیروهای پلید است و هم‌اکنون در قلب مخالفین خدا عمل می‌کند. ما نیز همگی مانند آنها بودیم. طرز زندگی ما نشان دهنده ذات ناپاک ما بود. ما اسیر هوس‌ها و افکار کثیف خود بودیم و دست به هر کار زشتی می‌زدیم. ما با همین طبیعت سرکش به دنیا آمدیم و درست مانند دیگران زیر خشم و غضب خدا بودیم. اما خدا که لطف و رحمتش بیش از حد تصور ماست، ما را آنقدر دوست داشت که به ما عمر دوباره داد، زیرا ما به سبب گناهانمان روحاً مرده بودیم و میبایست تا به ابد دور از خدا به سر ببریم. اما وقتی خدا مسیح را پس از مرگ زنده کرد، به ما نیز عمر دوباره داد. پس ما صرفاً در اثر لطف و فیض خدا نجات پیدا کرده ایم. بله، او به دلیل کاری که مسیح برای ما کرد، ما را از این مرگ روحانی زنده ساخت و همراه مسیح عزت و جلال بخشید. از این رو اکنون جای ما با مسیح در آسمان است. اینک خدا می تواند با اشاره به لطفی که توسط عیسی مسیح در حق ما کرده است، عظمت و عمق لطف و محبت خود را به مردم همه قرون و اعصار نمایان سازد. بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست، بلکه هدیه خداست. نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست. از این رو هیچ کس نمیتواند به خود ببالد. این خداست که ما را از نو آفریده و این زندگی را از فیض وجود عیسی مسیح به ما داده است و از زمانهای دوردست نقشه خدا این بوده که ما این زندگی جدید را صرف خدمت به دیگران نماییم.
گذشته ما رو توضیح میکنه که در گناهان خودمون غوطه ور بودیم، نمیدونستیم، فکر میکردیم گناه روش زندگیه، عادیه، همه مردم اینجوری زندگی میکنن، مگه چه ایرادی داره؟ مثل بقیه زندگی میکردیم، افکارمون مملو از هوسهای درونیمون بود، هرچی دلم میخواست انجام میدادم، برای خودم زندگی میکردم، برای ارضای احساسات، هوسها، خواهشهای جسمی خودم. بعد با خداوند آشنا شدم، خداوند ملاقاتم کرد به وسیله ایمان بر عیسی مسیح که یک هدیه بود، منو نجات داد، منو از گذشته هولناکم رهانید، به زندگی تازه آورد، منو از نو بنا کرد، یه زندگی تازه به من و شما داد. ولی برای این نبود که فقط تازه بشیم و بعد بمونیم همینجا، بلکه هدفش خیلی خیلی بالاتر از این حرف هاست. خداوند میخواد که برکاتی رو خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که تصور داریم میتونیم تصور کنیم در آسمان با مسیح شریک باشیم و اونا رو دریافت کنیم. در آیه 6 میگه بله، او به دلیل کاری که مسیح برای ما کرد ما را از این مرگ روحانی زنده ساخت و همراه مسیح عزت و جلال بخشید. از این رو اکنون جای ما با مسیح در آسمان است. یه جایی برای من و شما اونجا کنار گذاشته شده. یه خونه‌ای داریم، تختی داریم، ماشینی داریم، حالا هر چیزی که فکرشو می‌کنی، هر جوری که به طور انسانی می‌تونی فکرشو بکنی، ما اونجا یه جایی داریم، خونه داریم، متعلقیم. هر کی یه خونه داره به یه جایی تعلق داره. هر کی خانواده داره به یه جایی تعلق داره. ما یه خانواده آسمانی داریم، یه خونه آسمانی داریم، متعلق به اونجا هستیم. شهروند اونجا هستیم، سیتیزن اونجا هستیم. اینجا تو این زندگی که الان من و شما داریم میکنیم، این چند روزی که زندگی میکنیم، این چند سالی که زندگی میکنیم، این یه مسیره، یه جاده است. هدف اینجا نیست، اینجا اتراقگاه ما نیست، اینجا قرار نیست بمونیم تا ابد. این یه مسیره، این همون جاده است. حالا گاه گداری یه سری مشکلات پیش میاد، یه درختی میبینیم افتاده تو جاده، یه سری جذابیت های دیگه پیدا میشه، ولی نباید از جاده دور بشیم، باید سر جاده بمونیم، چون این جاده است که ما رو به خونه اصلیمون میرسونه و خونه اصلیمون اینجا نیست. جایگاه ما آسمانه، اون جایی که خداوند میگه به همراه مسیح به ما عزت و جلال میبخشه، عزت و جلالی که حتی تصورش رو نمیتونیم بکنیم. میگه کلام خدا میگه چیزهایی رو که هیچ چشمی تا به حال ندیده خداوند برای ما کنار گذاشته، چیزهایی که هیچ چشمی ندیده. از این رو اکنون جای ما با مسیح در آسمان است. اینک خدا می تواند با اشاره به لطفی که توسط عیسی مسیح در حق ما کرده، عظمت و عمق لطف و محبت خود را به مردم همه قرون و عصر نمایان سازد. حالا این محبت خداست که در ما جایگزین شده، نه فقط برای من و شما، بلکه برای همه اونایی که حاضرن قلبشون رو باز کنن و محبت خدا رو دریافت کنن. ولی از این هم فراتر رفته خداوند. ما تو این مسیر هستیم، از اون گذشتمون شروع کردیم، گذشته تلخمون، حالا تو مسیر هستیم، داریم میریم به اون عزت و جلالی که خداوند در مسیح برای ما کنار گذاشته. تو این مسیر داریم میریم، در همین حینی که داریم میریم خداوند این افتخار رو به ما میده که بتونیم دعوتنامه بدیم به دیگران، از دیگران هم دعوت کنیم که همراه ما باشن، سوار این قطار بشن که داریم به سوی آسمان میریم، که با ما همراه بشن، در اون خانواده الهی شریک بشن، داخل اون خانواده الهی شن. برای همین در آیه 10 میگه این خداست که ما رو از نو آفریده و این زندگی جدید را از فیض وجود عیسی مسیح به ما داده است و از زمانهای دوردست نقشه خدا این بوده که ما این زندگی جدید را صرف خدمت به دیگران نماییم. این زندگی جدیدی که مسیح به من داده برای این نیست که مثل بقیه مردم دنیا سرم تو لاک خودم باشه، از صبح برم تو شنبه سر کار، جمعه برگردم از سر کار و زندگی همینجوری بگذره، غم و غصه این دنیا رو بخورم، غم و غصه این مشکلات رو بخورم، به خودم اجازه بدم که این مشکلات بر من غالب بیان و این مشکلات تمام زندگی، فکر و ذهن منو بگیرن، تمام هدفم، فکرم، ذکرم، فقط چطور بتونم اینو حل کنم، این بیل رو پرداخت کنم، اون قبض رو بدم، اینو بدم، اینا هست. ولی من باید بر اینا غالب بیام، من باید بر اینا غالب بیام چون هدف دیگه ای رو دارم،
هدف من فقط رسیدن به اونا نیست. هدف من این نیست که این زندگی رو که توش هستم یه مقدار بزرگترش کنم، شیکترش کنم، جذابترش کنم. من با کمش هم میتونم زندگی کنم. چون هدف من چیز دیگه‌ایه. چشم من به جای دیگه‌ای دوخته شده. میدونم تو مسیری هستم که به جای دیگه‌ای منتهی میشه. ولی گاه گداری چیزایی پیش میاد تو زندگی که ما رو از هدف، از اون جاده دور میکنه. پس حالا که در این زندگی خداوند برای ما برکات رو داده، خداوند به ما برای ما هدفی داره، نقشه‌ای کشیده. میگه از زمانهای دوردست نقشه خدا این بوده که ما این زندگی جدید را صرف خدمت به دیگر نماییم، دیگران نماییم. الان ما، الان این لحظه‌ای که توش هستیم، باید ازش استفاده مفید بکنیم. چطور میتونم من از زندگی الان من، از زندگی همین لحظه خود من استفاده مفید رو بکنم، بی خود اونو تلف نکنم؟ اولین قدمی که باید برای استفاده حالمون بکنیم اینه که به هدف متمرکز بشیم. خیلی وقتها هدف رو فراموش میکنیم. مثل داستان اون شخص که تعریف کردم، طرف میدونه که داره با یه جای مهمی داره میره، ولی یه مشکلی پیش میاد، مشکل بعد یه چیز دیگه پیش میاد، اون یکی یک چیز دیگر رو پیش میاره، همینطوری یه ها غافل میشه، هدف رو گم کرده. وقتی هدف رو گم میکنیم زود میتونیم گم بشیم. وقتی توی جی پی اس تون آدرس رو میزنین، بعد یه لحظه برق قطع میشه و اون جی پی اس خاموش میشه و آدرس رو گم میکنه، اگه هدف رو فراموش کنین به جاهای دیگه میتونیم برین. یه ماشین میچرخه این ور، یه بر میریم این ور، یهو گم میشین. ولی اگه هدف رو داشته باشین، بازم بزنین تو اون جی پی اس، اون آدرس رو بزنین، مستقیم خواهیم. شاید یه چند لحظه گم بشین، شاید یه چند لحظه از جات خارج بشین، ولی بعد آخرش بازم برمیگردین سر هدفتون. پس هدف برای ما خیلی مهمه که همیشه یه تصویری از هدف داشته باشیم. هدفمون چیه؟ آسمان خداونده. جایی که برای ما خونه ای آماده است. جایی که برای ما خداوند منزلی قرار داده و از جلال و عزتی که برای مسیح گذاشته شریک و بهره خواهیم بود. بهره گرفتن از زمان حال مستلزم همین هدفه. حالا در زندگی این شاگردان مسیح و پولس رسول میبینیم که اونا هم یه همچین مشکلاتی رو داشتن. ولی گاه گداری با کلمات و جملاتی به اون همراهانشون یادآوری میکنن که چطور باید به هدفشون برگردن. میخوام توجهتون رو به اول پتروس باب 2 آیه 2 تا 3 بکنم، چون این همون مشکلی بود که ظاهرا پولس رسول داشت. من هفته پیش در عهد عتیق داشتم درس میدادم و درباره قدم‌هایی که مسیح در عهد عتیق داشته، اون نشانه‌هایی که در عهد عتیق گذاشته شده برای مسیح، داشتم درباره اونا درس می‌دادم و قرار بود این هفته هم همین مورد رو ادامه بدم. دو هفته درباره نشانه‌هایی که در عهد عتیق از عیسی مسیح اومده صحبت کنم. در طی این هفته داشتم در مورد دعا می‌کردم و طوری روح القدس داشت با من صحبت می‌کرد که این درس الان اینجا جاش نیست. با خودم گفتم خب چرا؟ پس اگه اینجا جاش چی باید درس بدم؟ چی باید بگم؟ و برای همین تمام طول هفته رو داشتم با خودم کلنجار می‌رفتم که چی باید درس بدم، چی باید امروز بگم، موعظه امروزم چی خواهد بود. تا آخر دیشب هی داشتم روی این موضوع دعا می‌کردم، فکر می‌کردم، با خودم کلنجار می‌رفتم و دیدم روح القدس چیز دیگه‌ای داره برای من گذاشته. اون چیزی که خودم داشتم تو فکرم داشتم گفت اونو بذار کنار، الان جاش نیست، یه چیز دیگه‌ای برای تو دارم. پولس رسول هم ظاهرا همین مشکل رو داشته و همین مطلب رو بیان کرده. حالا پتروس، میخوام از پتروس صحبت کنم، اونم اول پتروس باب 2 آیه 2 تا 3 درباره این صحبت میکنم. یه شما که مهر و محبت خداوند رو در زندگی خود چشیدید. اول پتروس باب 2 آیه 2 تا 3 میگه شما که مهر و محبت خداوند رو در زندگی خود چشیدید، مانند یک کودک نوزاد مشتاق شیر روحانی خالص باشید تا با خوردن آن در نجاتی که به دست آورده اید رشد کنید. ما از گناهانمون نجات پیدا کردیم. قدم اولمون بود. خداوند با ما ملاقات کرد. ما را از زندگی گذشتمون در آورد. تو این جاده، تو این مسیر راه افتادیم و میدونیم هدفمون کجاست. ولی تو این مسیر باید رشد کنیم. من و شما باید رشد کنیم. در مسیر باید رشد کنیم. مثل این نوزاد کوچیکی که ما الان اونجا توی گهواره نشسته و داره شیر میخوره، با هر ذره شیری که قورت میده
یه ذره ذره این بدنش روش میکنه، بزرگتر و بزرگتر میشه. یک ماه و نیمش الان، تو یک ماه و نیم کلی برای خودش دست و پا بلند کرده. تو اون گهواره که تو خونه داریم دیروز داشتم نگاه میکردم، داره لقد میزنه به این ور سرش، هم داره میرسه به این ور، دیگه جا نمیگه، باید بذاریمش تو توی تخت خوابش. دیگه داره روش میکنه، بزرگ میشه، ولی این بچه نمیتونه تا آخر شیر بخوره. چند ماه دیگه الان شیر میخوره، از 6 ماهگی، از حدود 4 تا 6 ماهگی شروع میکنیم غذاهای سبکتر بهش میدیم، بعد یواش یواش غذاهاشو سنگینتر میکنیم، تا حدود 1 سالگی که برسه دیگه یواش یواش غذاهای خونگی رو بهش میدیم. البته اون موقع هم گوشت بهش نمیدیم، ولی غذاهایی که میتونیم به اصطلاح خوردش کنیم، لهش کنیم، بتونیم ذره ذره بهش بدیم. تا سن 2 سالگی یواش یواش که شروع میکنه به گوشت و مرغ و همه چیزو میخوره دیگه، اون موقع مکدونالد و همیشه از این حرفا. ولی روز اول نمیتونست اونا رو بخوره. امروز از شیر شروع کرده. من و شما هم از یه روز از شیر شروع کردیم. تازه ایمان آوردیم، در مسیح تازه بودیم، ایمانمون تازه بوده و با چیزهای تازه، کلام خدا شروع کردیم به روش کردن. میگه شما که مهر و محبت خداوند را در زندگی خود چشیده اید، مانند یک کودک نوزاد مشتاق شیر روحانی خالص باشید تا با خوردن آن در نجاتی که به دست آورده اید رشد نمایید. در این مسیری که داریم میریم به طرف آسمون، ما یه چیز دیگه هم باید انجام بدیم. باید رشد کنیم در مسیح. باید روز به روز به قالب و شکل مسیح در بیایم. موقعی که به انتهای جاده رسیدیم، به هدفمون رسیدیم، وقتی روبروی عیسی مسیح قرار میگیریم، باید چهرهمون به چهره عیسی مسیح شبیه باشه. اخلاقمون مثل اون باشه، رفتارمون مثل اون باشه. بزرگ شده باشیم. بچه نباشیم. قنداقی نریم به آسمون. بزرگ شده رفته باشیم به آسمون. اونجاست که خداوند به ما بدن تازه‌ای خواهد داد و وارد ملکوت او خواهیم داد. و اون چیزی که خداوند می‌بینه فقط مسیحه. مسیح‌های مختلف، ما به شکل مسیح در خواهیم اومد، مثل رفتار او، مثل او محبت خواهیم کرد، مثل او گذشت خواهیم کرد، مثل او فداکاری خواهیم کرد، مثل او خواهیم بود. در ملکوت آسمان همه باید مثل مسیح باشن که بتونن در کنار همدیگه زندگی کنن. اگه اونجوری که هستن برن با آسمان، باور کنین نمیتونم بیشتر از شاید یه هفته، نه شاید هم کمتر، یه ساعت بتونم اونجا تحمل کنم. کسی نمیتونه منو تحمل کنه اونجا یه ساعت بیشتر، شاید هم 10 دقیقه بیشتر نتونه منو تحمل کنه. ولی وقتی به چهره مسیح در بیام، همه ما به چهره مسیح در بیام، اونجا همه مثل مسیح هستیم، همه با محبت هستیم، همه در کنار خداوند میتونیم زندگی کنیم. پس نوزاد باسمون نباید بریم، باید رشد کنیم. اول قرنتیان باب 3 آیه 1 تا 3 پولس این موضوع رو تاکید میکنه، میگه برادران عزیز، من تا به حال نتوانستم با شما همچون افراد بالغ سخن بگویم، زیرا شما روحانی نیستید بلکه جسمانی و هنوز در مسیح رشد نکرده اید. مجبور شدم به جای غذای سنگین به شما شیر بدم، زیرا قادر به هضم آن نبودید. حتی حالا نیز باید به شما شیر داد، زیرا هنوز که هنوز طفل هستید و اختیار زندگیتان در دست امیال و خواسته هایتان می باشد، نه در دست خدا. شما به یک دیگر حسادت می ورزید و در میانتان دو دستگی و خصومت وجود دارد. آیا این نشان نمی دهد که هنوز طفل هستید و در پی انجام خواسته های خود می باشید؟ شما طوری رفتار می کنید که گویا خدا در زندگی شما هیچ نقشی ندارد. وقتی تازه در مسیح وارد شدیم، یه طفل بودیم، غذایی که تف میخوره، شیر میخوردیم، ولی نمیتونیم همین شیر رو، شیر خوردن رو ادامه بدیم، شیرخواره بمونیم. باید رشد کنیم، باید به غذاهای سنگینتر عادت کنیم. هدف اینه که یواش یواش بیشتر و بیشتر بزرگتر بشن در مسیح. چطور میتونم در مسیح بیشتر بزرگتر بشم؟ مسیح میگه در ملکوت خداوند بزرگ شدن با چیزایی که تو دنیا هستش فرق میکنه. میبینی در دنیا یکی که رئیسه، همیشه رئیس بالاتر از همه است، اونی که پادشاه بالاتر از همه است. ولی در ملکوت خداوند، اونی که از همه بزرگتره، باید خادم همه باشه، باید فروتن باشه، باید بیفته خدمت کنه بقیه رو. در ملکوت خداوند، اونی که پایین تر از همه است بقیه رو خدمت میکنه، اون بالاتر از بقیه هستش. پس ما مثل دنیا نمیتونیم زندگی کنیم، مثل دنیا نمیتونیم باشیم، ما مثل مسیح باید باشیم. در عبرانیان باب 5 آیه 12 تا 14 ادامه همین بحث رو پولس میکنه، میگه مدتی طولانی است که شما مسیحی هستید و اکنون باید معلم دیگران شده باشید، اما چنان در ایمان عقب مانده اید که نیاز دارید کسی از سر نو الفبای کلام خدا را به شما بیاموزد.
مانند نوزادی هستید که جز شیر قادر به خوردن چیزی نیستید. به اندازه کافی رشد نکرده اید که بتوانید خوراک های سنگین بخورید. کسی که هنوز شیر میخورد نشان میدهد که در زندگی روحانی خیلی عقب مانده و هنوز درست را از نادرست تشخیص نمیدهد. شما هرگز نخواهید توانست خوراک سنگین بخورید و مطابق مطالب عمیق کلام خدا را درک کنید، مگر آنکه در روحانیت رشد کنید و با انجام کارهای خوب و با تمرین نیک و بد را از هم تشخیص دهید. ظاهرا این مشکل هم تو کلیسای امروزه بوده. عده‌ای بودن که نمیخواستن از اون حدشون خارج بشن، رشد کنن در مسیح و همیشه همون شیرخواره باقی بمونن. ولی همینجوری که گفتم، زندگی ما فقط این نیست. ما قراره یه جایی بریم، یه خونه ای داریم و تو موقعی که به اونجا میرسیم باید شبیه مسیح شده بشیم، باید در مسیح رشد کنیم هر روزه. و اینجا پولس میگه شما تا حالا باید به جایی رسیده باشین که معلم دیگران بوده باشین. میگه مدت طولانی است که شما مسیحی هستید و اکنون باید معلم دیگران شده باشید. ولی هنوز بچه این کلیسای اون موقع همین مشکل داشت، مشکلاتو داشت. حالا چرا این حرفا رو دارم میزنم؟ ما در مسیح باید برای مسیح میوه بیاریم. هر کدومون باید در مسیح برای مسیح میوه بیاریم. وقتی تازه وارد مسیح میشیم، یه نوزاد هستیم، شیر دریافت میکنیم، کلام رو دریافت میکنیم. ولی این رویه ای نیستش که بخوایم ادامه بدیم. من نگاه عمیقی به کلیساهایی که تو این کشور هستش دارم میکنم و خیلی متأثر هستم برای این کلیساها. متاسفانه کلیساهایی که اینجا اصلا نمیخوام قضاوتشون کنم، خداوند قاضی تمام هستش، ولی شدن مثل یک ابر. ابری که تو آب میذاریش فقط دریافت میکنه، فقط دریافت میکنه، اسپانج فقط جذب میکنه، چیزی نداره که از خودش بده بیرون، فقط جذب میکنه. هر هفته میرن کلیسا یه چیزایی میشنون، همونجوری هم از کلیسا میرن خارج. هر هفته وارد کلیسا میشن، کلیسا شده جای تفریح، جایی که موسیقی بشنون، یه مقدار شاد بشن، یه مقدار برقصن و تموم بشه و بره. به ندرت در کلیساها میبینم کسی که واقعا رشد کرده میوه میده. هدف ما این نیست که بیایم هر هفته اینجا یه چیزایی یاد بگیریم، بشنویم، به تعلیماتمون، به معلوماتمون زیادتر بشه، همینجوری هم خارج بشیم. وقتی این تعلیمات و این مطالبی که اینجا دارم میگم به درد میخوره که ببینیم در زندگی ما تاثیر گذاشته، از اینجا خارج میشیم، میوه داریم به بار میاریم. انقدر این تعلیمات در زندگی من تاثیر گذاشته که من رفتم بیرون دارم برای دیگرانم بیان میکنم، دارم تو محیط کار، در بین دوستان و خویشاوندان، در خانواده، هر جایی که میرسم درباره مسیح دارم من صحبت میکنم، دیگران رو به این سفری که دارم میرم دعوت کنم، سفری که رایگان هستش. در افسوسیان باب 2 خوندیم که میگه باب آیه 8 میگه بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح هست که نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست. نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست. من چقدر آدم خوبی هستم، چقدر آدم متدینی هستم، نمازهامو سر وقت میخونم، روزهامو، اصلا به اینا نیست. من با هیچ کدوم از اینا نمیتونم حتی نزدیک خدا بشم. خداوند اینا رو از من نمیخواد، چون نمیتونم با هیچ کدوم از اینا وارد ملکوت خداوند بشم، چون گناه تو زندگی من هستش، گناه تو زندگی انسان وجود داره. هیچ کدوم از اینا نمیتونه گناهان انسان رو پاک کنه. ولی در عوضش میگه نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست، از این رو هیچ کس نمیتواند به خود ببالد. این خداست که ما رو از نو آفریده و این زندگی جدید رو از فیض وجود عیسی مسیح به ما داده. نجات هدیه است، باید دریافتش کنیم. مسیح به خاطر گناهان ما مرد. انجیل همینه، پیغام مسیحیت همینه. خیلی ساده است، ولی خیلی وقتا برامون سخته که اینو با دیگران در میون بذاریم. برای من سخته که برم با یکی دیگه در میون بذارم، با وجودی که میدونم که سرنوشت این شخص به کجا منتهی میشه. میدونم که یک روز این شخص در حضور خداوند قرار خواهد گرفت و گناهانش همه به رو خواهند آمد و برای گناهانش این شخص نمیتونه بهانه ای عذری بیاره و محکوم خواهد شد. میدونم اینو، با این وجود از اعلام این مژده نجات بنا به دلایلی خودداری میکنم.
یا میترسم، یا فکر میکنم اطلاعاتم زیاد نیست، یا فکر میکنم وقتش نیست، یا هر چیزی، شرم میکنم، هر چیزی. وقتی من از این خدمتی که اینجا میکنم میتونم خوشنود بشم، بگم خدمت من فایده داشته، که ببینم در شما عزیزان میوه آورده، ببینم که شما عزیزان رفتین بیرون، دارین تو محل کارتون، تو خانواده هاتون، جاهایی که خداوند در اختیار شما گذاشته، شما ها رو اونجا گذاشته، دارین میوه میارین، کسای دیگر رو دارین به حضور خداوند میارین، دارین این مژده نجات رو با دیگران در میون میذارین. اون موقع است که میدونیم که این کلیسا داره رشد میکنه، میدونیم که ما داریم رشد میکنیم، من دارم رشد میکنم، ما داریم رشد میکنیم، این موعظه ها فایده داره. متاسفانه این احساس من دست داده که هیچ فایده نداشته تا حالا، شاید اشتباه کرده باشم، ولی میوه ها رو ندیدیم هنوز. پس باید رشد کنیم. دلیل چیه؟ دلیل اینه که نمیخوایم از شیرخوارگی بیایم بیرون، تو همون شیرخوارگی میخوام بمونیم، ولی باید از شیرخوارگی بیایم بیرون. مثل این نوزادی که الان شیر داره میخوره، نباید فقط شیرخواره بمونیم، باید رشد کنیم، غذاهای روحانی بخوریم، باید به اون جایی برسیم که پولس میگه اکنون باید معلم دیگران شده باشید. 5 سال، 10 سال، 15 سال، هر چقدر در مسیح هستیم، باید به اون جایی رسیده باشیم که از هر فرصتی برای بیان مژده نجات استفاده کنیم، بذاریم خداوند از ما استفاده کنه. دیروز یه اتفاق خیلی جالبی افتاد. من تو محیط کارم، اون پیتزایی که کار میکنم، بچهای ترکای ترکیه هستن، اونجا رو مثلا صاحب اونجا هستن، و کارگرایی که کار میکنن اکثرا همشون مسلمانن، غیر تنها مسیحی که اونجاست منم. یه پسر از نیجریه اومده چند وقتی داره کار میکنه. دیروز حدود یه ساعتی کارمون خیلی خلوت بود، فرصت پیش اومد، اون یک ساعت که خلوت بود دیگه تلفن زنگ نمیخورد و سفارشی نداشتیم و بیکار بودیم، نشسته بودیم، فرصت پیش اومد برای من که من بتونم با این آقا صحبت کنم. ولی از قبل شاید چندین هفته است که دارم دعا میکنم خداوند فرصت رو ایجاد کنم، من میخوام با این شخص صحبت کنم. با بقیه در میون گذاشتم، دونه ها رو پاشوندن تو زندگیشون، دیگه با خودشون مونده. ولی این شخص، من هنوز فرصتشو نداشتم، میخواستم با این شخص در میون بذارم ولی فرصتشو نداشتم. صبح میریم اونجا، از اون ساعت که میریم اونجا فقط دلیوری میکنیم، میریم داخل، میایم بیرون، مشغولیم، نمیتونیم وایسیم صحبت کنیم. ولی یه روز یه ساعت برای من فرصت بهش اومد و خداوند خیلی زیبا فرصت رو برای ما فراهم کرد. و این شخص اومد و بهش نشست، داشت صحبت میکرد، میگفت چه اتفاق، همینجوری خودش ناخودآگاه شروع کرد و گفتش چه اتفاقی میفته اگه یه روز بمیریم و ببینیم هیچی اونور مرگ نیستش، مرگ پایانه دیگه، همه چی نیستش. گفتم هیچ، مثل این میمونه که تلویزیون رو خاموش کنی، از برق هم در بیاری، هیچ اتفاقی نمیفته. اگه قرار بعد از مرگ زندگی نباشه، چرا قصه‌اش رو بخوری؟ الان هر جور دلت میخواد زندگی کن. گفتم ولی چه اتفاقی میفته که اگه بعد از مرگ زندگی دیگه ای وجود داشته باشه؟ اون موقع چی کار میخوای بکنی؟ و چه اتفاقی میفته که اگه بعد از مرگ یهو متوجه شدی که نه، بهشت و جهنم وجود داشته، خدایی وجود داشته، همه اینا وجود داشته؟ اگه 0.1% هم برایش شانس بذاری، باید از الان فکر کنی برای اون موقع. خب از کجا بدونیم خدا وجود داره؟ از کجا؟ حالا این پسر توی خانواده مسلمان بزرگ شده و اهل نیجریه است، ولی زیاد اعتقاداتی نیستش، از همه چیز دوره. گفتش همه ادیان برای خودشون یه اعتقادات دارن، همه هم میگن راه ما درسته، همه هم هیچ کدوم هیچ اون یکی رو قبول نداره. من از کجا بدونم کدومشون درسته؟ گفتم فرقشون اینجاست. همونطور که گفتی، همه ادیان، دین وسیله دست انسانه برای رسیدن به خداوند. دین به ما مقررات میده، قانون میده، شرایط میده، این کارو بکن، این کارو نکن، سر ساعت این کارو بکن، سر ساعت اون کارو نکن، تا بتونی به خدا برسی، خدا رو راضی نگه داری. ولی مسیحیت دین نیست. دین تلاش انسان برای رسیدن به خدا، مسیحیت تلاش خداست برای رسیدن به انسان. در مسیحیت خود خدا اومد پایین، جسم گرفت، تن انسانی به خودش گرفت، بر روی زمین قدم زد، 33 سال نیم زندگی کامل و بدون گناهی رو گذروند، زندگی کرد برای یک هدف، که سر موعد مقرر بره بر روی این صلیب و بمیره و به خاطر با مرگش گناهان انسان رو ببخشه، برای گناهان انسان چاره ای پیدا کنه. گفت حالا از کجا بدونم که اینا درسته؟ شهادت زندگیمو بهش دادم. گفتم اینا رو شنیدی؟ شهادت زندگی منم شنیدی؟ حالا
اون مسیحی که من دارم ازش صحبت میکنم، وقتی به صلیب مصلوب شد، 3 روز بعد از مردگان برخاست، 40 روز با شاگردانش رفت، راه رفت، بعد به آسمان صعود کرد و ما معتقدیم که او زنده است. قبر داره ولی قبرش خالیه. برخلاف بقیه پیامبران و ادیان دیگه که قبر پیامبرانشون قبر دارن و قبرشون هم پره، اون اشخاص اونجا هستن، هنوزم مردن، اگه برن کالبوشه کار اونجا رو بکنن استخوناشون پیدا میکنن. قبر مسیح خالیه. و چون مسیح ما زنده است، کسی که با تو میتونه صحبت کنه. گفتن امشب برو اون خونه. اگه واقعا جویای خدا هستی، کلام خدا میگه اون کسی که جویای منه، حقیقتا صادقانه جویای منه، مرا پیدا خواهد کرد. گفتم برو خونه، صادقانه از خدا من بگو، خداوند من جویای تو هستم، میخوام حقیقت رو پیدا کنم. یه چیزایی تو توی سر کار از این آقا شنیدم، نمیدونم چقدر درست چقدر نادرست، تو برای من روشن کن. گفتم اگه واقعا حقیقتا جویای من هستی، برو دعا کن. گفت میرم دعا میکنم. من دونمو ریختم، من پیغام نجات رو دادم، بقیه‌اش با روح القدسه. بقیه‌اش به روح القدس رفت داره که چیکار میخواد بکنه با زندگی اون شخص. ایمان دارم براش دعا میکنم که خداوند قلبش رو نرم کنه، افکارش رو باز کنه، ولی من وظیفه‌مو انجام دادم. اینو من میخوام از همه شما ببینم. این شهادت‌ها رو میخوام هر هفته ببینم. هر هفته به یکی بیاد بگه من تو کارم این کارو کردم، من تلفن زدم به خانواده این کارو کردم، من به دوستم این کارو کردم، من با آشنام این کارو کردم، من یه نفر تو زندگیم وجود داشت که اومد مشکل زندگیشو به من برکرد، فرصت استفاده کردم، راه چاره اصلی رو بهش گفتم. هفته حدود 2 هفته پیش یه شخصی برای من پیغام فرستاد، تلفنم از یه جای گیر آورده بود، برای من پیغام فرستاد که احتیاج به کمک تو دارم. چه کمکی از دست برمیاد؟ از دست من برمیاد. گفت یه مشکل خانوادگی برای من پیش میاد، تنها راهش رو میخوام، چارهش از دست تو برمیاد. گفتم من اگه از هر کاری از دست من برمیاد انجام میدم. هفته پیش بعد از کلیسا من بلافاصله از اینجا رفتم و با اون شخص ملاقات کردم. مشکل زندگیشو تعریف کرد، تو مراحل اختلافی که هستش با خانواده‌اش و داره توی مشکلاتی پیش داره جلو میره. فرصت پیش برام پیش اومد و مژده نجات رو بهش دادم. گفتم مشکل اصلی تو اینه که با خداوند راست نیستی. وقتی این مسیر درست بشه، با خداوند درست بشی، روابط جا میفته. براش توضیح دادم انجیل رو. و در حین این هفته معجزاتی تو زندگیش اتفاق افتاده بود و از این موضوع خیلی خوشحال بود. برای من پیغام میفرستاد، رو مسیج تکست مسیج میفرستاد که نمیدونم چی شد ولی اصلا خیلی چیزا داره عوض میشه. گفتم خدا رو شکر، ولی هنوز مشکل سر جاش هستش. آیا تو با خداوند درستی؟ آیا حاضری خودتو به خداوند بدی؟ گفت بله حاضرم به خداوند بدم. من بس سر فرصت بیشتر با هم صحبت میکنیم. اینو من میخوام از هر کدوم از ماها ببینیم. خداوند در زندگی تک تک ما کار کنه. یعنی شهادتو هر روز هر هفته داشته باشیم. یکی بیاد بگه خداوند این کارو برای من کرد. خداوند این فرصت رو برای من فراهم آورد. خداوند این در رو به روی من باز کرد. خداوند یه تشنه یه گرسنه رو به حضور من آورد و من تونستم خدمتی بکنم. در ایمانمون رشد کنیم. شیرخواره نمونیم. در افسسیان ادامه اون مطلبی که خوندم آیه 10 میگه این خداست که ما را از نو آفریده و این زندگی جدید را از فیض وجود عیسی مسیح به ما داده است و از زمانهای دوردست نقشه خدا این بوده که ما این زندگی جدید را صرف خدمت به دیگران نماییم. نقشه خدا اینه. هدف این خدا از همه این برنامه اینه که ما زندگی ما صرف خدمت دیگران کنیم که دست آخر خداوند برای خودش یه خانواده بزرگی داشته باشه. خداوند دوست داره همه مردم دنیا نجات پیدا کنن و در حضورش باشن. کلام خدا میگه خداوند نمیخواد حتی یک نفر هلاک بشه، بلکه میخواد همه نجات پیدا کنن. خداوند میخواد همه نجات پیدا کنن، همه گناهاشون بخشیده بشه، ولی هیچ کس با گناهانش نمیتونه وارد محل خداوند بشه. هیچ کس با گناهانش نمیتونه وارد حضور خدا بشه. این گناه ها باید پاک بشه اینجا و تنها راه پاک شدنش با خون عیسی مسیحه. همونجوری که اینجا در کلام خونیم آیه 8 میگه بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست. نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست. از این رو هیچ کس نمیتواند به خود ببالد. نجات از روی اعمال خوب من نیستش، اینکه من متدین خوبی باشم، آدم خوبی باشم،